دوستان سلام عرض میکنم خدمتتون، با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. تو این ویدیو قرار جملات شرطی رو بهتون یاد بدم. ما اگر رو در دو ویدیو قبلی کار کردیم که صرف کردیم کلمه اگر رو و در حالت نیم جمله من اینا رو بهتون توضیح دادم، ولی خب مثال هایی که در قالب جمله هست براتون نگفتم، اینو گذاشتم که واسه یه ویدیوی دیگه. خب ایشالله که از این درس خوشتون بیاد. قبل از اینکه برم سراغ درسمون و مثال هایی که براتون دارم، میخوام بهتون بگم که اگر تا حالا سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین، چون من به صورت مرتب ویدیو نمیذارم و میخوام وقتی موقعی که ویدیو گذاشتم اگه میخواین خبردار بشین اون زنگوله رو بزنین که از ویدیوها خبردار بشین. حتما هم کامنت بذارین، سوالاتتون بپرسین، من حتما بهتون جواب میدم. خب نوع اول رو داریم، من اینا رو طبقه بندی کردم، خودم طبقه بندی کردم، حالا بر اساس یک کتاب خاصی توضیح نمیدم، بر اساس طبقه بندی که خودم از لحاظ زبانشناسی روش گذاشتم واسه تون مثال خواهم زد. خب ببینید، در این حالت خواهد بود که مثلا میگیم اولورسا اولور، این دو طرف جملمون همونطور که میبینید حالت حال ساده رو داره، حالت گنیش زمان یعنی simple present رو اینجا داریم در دو حالت مثبت، اگر بشود می شود، اگر چنین بشود چنان می شود، یه همچین چیزی. حالا مثال بزنیم، مثلا میگم که اگر گلیرسن بیرلیکته گیدریز، یعنی اگر بیایی بیرلیکته گیدریز، با هم می رویم، یعنی اگر این بشود آن می شود. خب مورد دوم در حالت قسمت دومش منفیه، اولورسا اگر بشود اولماس، فلان چیز نخواهد شد. مثال اگر بونو آلورسان اونو آلاماستن، اگر این را بخری آن را نمیتوانی بخری. خب خواستم یه مثال بزنم که ساده و کوتاه باشه. اگه اینو بخری اون یکی رو نمیتونی بخری، مثلا پولت نمیرسه بخری. مثلا اولورسا اولماز. یه بار دیگه جمله رو میخونم، اگر بونو آلورسان اونو آلاماسن. خب بریم سراغ مثال بعدی. حالا اینجا قسمت اگر رو منفی کردم، اولماسا اولور، اگر فلان چیز نشود چنان می شود. مثال اگر گلمزسن کندیم گیدریم، یعنی اگر نیایی خودم می روم. کندیم یعنی خودم. یه ویدیو هم درست کنم واسه کندیم، نگفتم. اوکی، اگر گلمزسن کندیم گیدریم که حالت قسمت اگرش حالت منفی داره. فقط دوستان اینجا دقت بکنید، من اینجا کلمه اگر رو آوردم، خب میتونم نیارم. چرا؟ چون پسوند سن رو دارم اینجا، یعنی اینجا که سا رو گذاشتم اینجا هم بنا به شناسه تو، یعنی اگر تو نیایی، من پسوند سن رو گذاشتم. اگر ویدیوهای اگر رو نگاه بکنیم چگونه بگوییم اگر، میتونید خیلی راحت تر درک بهتری از این داشته باشید. خب بریم سراغ مثال بعدی، اولماسا اولماز. این حتی یک چیزه، چی میگن، یکی از جمله های حالت ضرب المثلی داره، اولماسا اولماز، یعنی اگر نباشد نمیشود و یا اگر نشود نمیشود، این نباشه نمیشه، یه همچین چیزی. مثال بزنم، یه میینه یه مستن بیو مستن،
یعنی چی؟ یعنی غذاتو نخوری بزرگ نمیشی. معمولا این رو برید رستوران رو میبینید مادرها به بچه هاشون همش میگن یه مینی یه مستن بیو مستن بیو مک یعنی بزرگ شدن. اینجا هم اگر دقت بکنید کلمه اگر رو نیاوردم، بالا آوردم، این پایین نیاوردم. خب بریم سراغ مثال بعدی. اولورسا اولاجاک، اگر فلان چیز بشود بهمان چیز خواهد شد. اینجا دیگه قسمت آینده رو داریم در در بخش دوم کلمه. در دو مثال قبلی زمان حال رو داشتیم و یا زمان همیشگی رو داشتیم که اگر فلان چیز بشود فلان چیز میشود. حالا این دیروز، امروز، فردا، گذشته، حال، آینده فرقی نمیکنه. ولی اینجا میگیم اگر فلان چیز اتفاق بیفته فلان چیز اتفاق خواهد افتاد. خب مثلا میگیم اگر چالوشورسان باشارا جاکسون، یعنی چی؟ اگر تلاش کنی موفق خواهی شد. باشارماک یعنی موفق شدن. خب اولورسا اولمایاجاک، یعنی اگر فلان چیز اتفاق بیفته فلان چیز دیگر نخواهد شد. مثلا میسافیر گلیرسه پارکا گیت میجیز، یعنی اگر مهمان بیاید میسافیر گلیرسه پارکا گیت میجیز، به پارک نمی رویم، نخواهیم رفت. در واقع گیت میجیز نخواهیم رفت. حالا من نمی رویم گفتم، اینجا همون اجک آجک برای آینده که میاد به این صورت خواهد بود. برای صرف فعل ها، فعل یک سری از فعل ها رو کلن صرف کردم، اگر یه نگاهی به اونجا بندازید خیلی راحت صرف فعل ها رو یاد میگیرید، مثل فعل انجام دادن، دانستن، توانستن. اینا رو برید یه بار دیگه یکیشون رو نگاه بکنید تا صرف فعل ها یادتون بیاد. امیدوارم که یادداشت برداری میکنید. خب اگه تا اینجا به دردتون خورده لایک یادتون نره، چون این لایک ها به درد من میخوره. خب حالا اولماسا اولاجاکس، یعنی اگر نشود فلان چیز خواهد شد. مثلا کابول اتمستن ازولجک، یعنی چی؟ اگر قبول نکنی ناراحت خواهد شد. اگر قبول نکنی ناراحت خواهد شد. کابول اتمزسن ازولجک. مثال بعدی اولماسا اولمایاجک، اگر نشود نخواهد شد. فلان چیز نشود فلان چیز هم نخواهد شد. مثال او گلمسه گیتمه جیز، اگر اون نیاید نخواهیم رفت. خب بریم قسمت بعدی. حالا تو این قسمت اولا بیلمک، یعنی یه چیزی که قراره بتونه بشه و یا امکان داره اتفاق بیفته، یعنی ممکنه که بشه. فعل بیلمک رو به معنای دانستن بود، ابیلمک به معنای توانستن و یا ممکن بودن هستش. خب برید فعل توانستن رو ببینید، اونجا خیلی جاها ممکن است معنی کردم. خب اینجا چی رو داریم؟ اولورسا اولابیلیر، اگر بشود ممکن است که فلان اتفاق بیفتد. مثال میزنم بونو آلورساک دیرینی بداوایا آلابیلیریز، اگر این را بخریم بونو آلورساک دیرینی دیگری را بداوایا به رایگان آلابیلیریز، میتوانیم برداریم. اگر این را بخریم میتوانیم دیگری را رایگان برداریم. بونو آلورساک دیرینی بداوایا آلابیلیریز. مثال بعدی اولورسا اولمایابیلیر،
اگر فلان چیز بشود ممکن است فلان چیز نشود اتفاق نیفتد مثال اونلار گلیرلرسه اگر آنها بیایند سیزینله گلمه بیلیرم ممکن است با شما نتونم بیام اگر آنها بیایند گلمه بیلیرم ممکن است که نتوانم با شما بیایم اونلار گلیرلرسه سیزینله گلمه بیلیرم خب بریم سراغ بعدی سمت اگر رو این سری منفی میکنم میگیم چی؟ اولماسا اگر نشود اولابیلیر فلان چیز ممکن از اتفاق بیفتد مثال مساج آتماسان کسه بیلیر یعنی چی؟ اگر مسیج ندی اگه پیغام ندی اسمس ندی کسه بیلیر ممکن است قهر بکند خب اون طرف منفی این طرف حالت امکان داشتن اولماسا اولمایه بیلیر اگر نشود ممکن است فلان چیز هم نشود مثلا ایندیریم یاپماسا آلامایه بیلیرم اگر تخفیف ندهد ایندیریم یاپماسا آلامایه بیلیرم ممکن است نتوانم بخرم ممکن است نتوانم بخرم دوستان سعی کردم تمام مثالا رو خیلی از مثالای روزانه بگم که خیلی راحت تر بتونید استفاده بکنید لایک یادتون نره اولورسا اولماسی گرکیر خب اینجا فعل لزوم داشتن خب فعل باید رو داریم میگیم چی؟ اولورسا اولماسی گرکیر یعنی اگر بشود لازم است که فلان چیز هم بشود مثال گلیرلرسه اگر بیایند گلیرلرسه بابان تاکسی توتماسی گرکیر اگر بیایند پدرت باید تاکسی بگیرد بکنی رفتن پیکنیک یا مهمون میاد حالا هرچی داستان پشت سرش رو خودتون درست بکنید گلیرلرسه بابان تاکسی توتماسی گرکیر حالا مثال بعدی اولورسا اگر بشود اولماسی گرکمز لازم نیست فلان چیز اتفاق بیافتد مثلا میگیم آرابانی گتیریرسن اگه ماشین تو بیاری آرابا کیرالامامامز ببخشید آرابا کیرالامامز گرکمز یعنی اگر ماشینت رو بیاوری آرابا گتیریرسن لازم نیست ماشین کرایه کنیم آرابا کیرالامامز گرکمز خب مثال بعدی اولماسا اولماسی گرکیر اگر نشود لازم است که فلان چیز اتفاق بیفتد مثال اتوبوس بولاماسک اوچاکلا گیتممیز گرکیر اگر اتوبوس پیدا نکنیم باید با هواپیما بریم گیتممیز گرکیر باید برویم اوچاکلا با هواپیما در چه شرطی در صورتی که اتوبوس بولاماسک اگه اتوبوس پیدا نکنیم تمام این قسمت ها گفتم میتونم کلمه اگر رو بیارم میتونم نیارم یه بار هم با اگر میخونم اینجا رو اگر اتوبوس بولاماسک اوچاکلا گیتممیز گرکیر خب بریم سراغ مثال بعدی اولماسا اولماسی گرکمز یعنی چی؟ اگر نشود اگر اتفاق نیفتد لزومی هم ندارد که فلان چیز اتفاق بیفتد مثال
Fazla eşyan yoksa kamyon tutman gerekmez. Eğer eşya ziyad nedari, eğer vesayel ziyad nedari, lazım nis kamyon begiri. Kamyon tutman gerekmez. فکر کنم اوکی نوع دوم رو در زمان گذشته هستش، یعنی یه جوریه که اتفاق نیفتاده ولی چجوریه؟ مثلا میگفتید اگر اتفاق میافتاد فلان کارو میکردم در اون صورته، ولی خب یه لحظه اینو واسه یه ویدیو دیگه نگه میدارم، چون تا الان دیگه 17-18 دقیقه داشتم، بقیهش رو تو ویدیوی بعدی میگم که هم حوصلتون سر نره هم ویدیوی بعدی هم براتون چیز باشه، بعدم بتونید ببینید و یا مجبور نشید برای تکرار قسمت نوع دوم کل اولش رو لود بکنید بعدا دوباره ببینید. خب من اینو تا اینجا قطع میکنم که تو ویدیو بعدی بذارم بقیهش رو. موفق باشید، تا اینجا نوت برداری بکنید، اگر سوالی داشتید بپرسید، من در خدمتتون هستم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.